اول این است که برخی ها در کمال تعجب میگویند مولانا کاری به دنیا نداشت و توجه به مباحث وی ما را از پیشرفت در دنیای امروز و موفقیت در زندگی دنیا باز می‌دارد. پاسختون به این افراد چیست؟ لااقل سه تا نکته باید در جواب این سوال گفت. نکته اول این است که چگونه کسی که از ماندگارترین و دیرپاترین و عمیقترین و عام‌البلاترین مشکلات بشر مثل درد، رنج، عشق، دلبستگی، اصالت، تنهایی، امید، ایمان از این گونه مسائل سخن گفته، چگونه باید بگیم که او به دنیا کاری نداشته؟ مگر ما در زندگی دنیوی خودمون عمیق‌ترین و مهمترین مسائل و مشکلاتمون همین ها نیست؟ بله، اگر مسئله و مشکل مراد مسئله و مشکل مقطعی باشه که در جامعه وجود داره، در جامعه دیگری وجود نداره، در فرهنگ و تمدنی وجود داره و در فرهنگ و تمدن دیگری وجود نداره، در برهه تاریخی وجود داره و در برهه تاریخی دیگری وجود نداره، در مکانی هست و در مکانی نیست، اگر مرادتون این گونه مسائل و مشکلات، مولانا به اینها نپرداخته. اما اگر مرادتون مسائل و مشکلاتی است که در همه فرهنگ ها و تمدن ها و همه برهه های تاریخی و همه مکان ها و همه زمان ها و برای همه افراد اینها مسئله و مشکلند، اینا همون مسائل و مشکلاتی هستند که بعضیشون هم ذکر کردم که مولانا بهش پرداخته. دست برقضا رمز ماندگاری کسانی مانند مولانا و سایر عارفان، سایر فرزندگان و بسیاری از فیلسوفان اینه که انگشت بر روی مسائل و مشکلات همیشگی که نه تاریخ میشناسند و نه جغرافیا، نه زمان میشناسند و نه مکان، نه اختصاص به شرق دارند و نه مختص غربند، نه امروزی هستند و دیروزی نیستند و نه دیروزی هستند و امروزی نیستند، به این مسائل پرداختند. و نمیشه گفت کسی که به این مسائل پرداخته، این به مسائل و مشکلات دنیای ما نپرداخته. این نکته اول. نکته دوم اینه که همه مسائل و مشکلاتی که در همه نهادهای اجتماعی زندگی بشر پیش میاد، در نهاد خانواده، در نهاد اقتصاد، در نهاد تعلیم و تربیت، در نهاد حقوق، در نهاد سیاست، در نهاد اخلاق، در نهاد دین و مذهب، در همه نهادهای اجتماعی، همه این مسائل و مشکلات با یک واسطه، دو واسطه، سه واسطه، این واسطه برمیگردن به مسائل و مشکلات ذهنی روانی ما. و اگر کسی به این مسائل و مشکلات ذهنی و روانی پرداخته باشه، در واقع به مسائل، به مادر همه این مسائل پرداخته، به مادر همه مشکلات پرداخته. ما متاسفانه مسائل و مشکلات رو این دو مسئله و مشکل تلقی میکنیم، ولی مسائل و مشکلاتی که ریشه همه این مسائل و مشکلاتن و تغذیه میکنن این مسائل و مشکلات رو، اینا رو گویا مسئله و مشکل نمیدونیم. من به جهت دیدگاهیم که خودم البته دارم و ازش تعبیر میکنم به اصالت فرهنگ، من معتقدم ریشه همه مسائل و مشکلات ما مسائل و مشکلات ذهنی و روانی مونه. وقتی کسی به این مسائل میپردازه، دیگه به طریق اولا به مسائل رویین تر و باز هم رویین تر و باز هم رویین تر و سطحی تر پرداخته. اینم یک نکته. نکته سومی که میخوام عرض بکنم و در جواب این دوستان در واقع پاسخ نقضیه. خب شما کدام یکی از مسائلی که در آثار مولانا طرح شده رو اینا رو زیرب نمیدونید به زندگی دنیا بی نشون بدید؟
که کدام مسئله و مشکل مولانا بهش پرداخته و ربطی به زندگی دنیوی ما نداره. اما یک چیز ممکنه در ذهن سوال کننده محترم باشه و اون این که اگر ما بر وفق تعالیم و آموزه‌های مولانا زندگی کنیم، آیا میتونیم یک شهروند کاملا مدرن امروزی باشیم یا نه؟ یعنی آیا میشود انسان التزام نظری و عملی کامل و تام به آموزه‌های مولانا داشته باشه و در این حال یک مدرنیست به تمام معنا باشه، یک انسان مدرن به تمام معنا باشه؟ وقتی این سوال پیش میاد، ممکنه کسانی بگن که خب ما امرمون دائره بین این که یا مدرن باشیم و یا آموزه‌های مثل آموزه‌های مولانا را دنبال کنیم. بنده عرض میکنم که من قبول میکنم که نمیشود 100% مدرن بود و در این حال التزام نظری و عملی 100% به مولانا هم داشت. اما سوال من اینجاست که این 100% مدرن بودن آیا ارزشمندیش کجا اثبات شده؟ کجا اثبات شده است که ما باید 100% مدرنیست باشیم؟ این محل بحثه. نفی نمی کنم، ولی لااقل حق دارم که سوال طرح بکنم. گویا شما ارزش مدرنیسم رو بیچون و چرا پذیرفته ای و میگید چرا مولانا کاملا کمک نمی کنه برای اینکه این ارزش ها محقق بشن، این ارزش های مدرنیستی. خب من میگم اول اثبات کنید که این ارزش های مدرنیستی کاملا و 100% پذیرفتنی هست. اون وقت بعد اگر اثبات شد، اون وقت بسنجید پذیرفتنی بودن و ناپذیرفتنی بودن متفکری مثل مولانا را به میزان دوری و نزدیکیش با این آرمان ها، یعنی آرمان های کاملا مدرن. سوال دوم، آیا آموزه های مولانا میتواند برای طیف غیر مذهبی و حتی خدا ناباوران اما علاقمند به ادبیات و فرهنگ هم مفید بوده و در برگیرنده همه انسان ها با ایدئولوژی های مختلف باشد؟ عقیده من اینه که گوهر آموزه های مولانا اختصاص نداره به کسانی که دین باورند یا کسانی که مثبت وجود خدا هستند. میتونه نافیان وجود خدا رو هم در بر بگیره. بله، اگر غایت قصوای شخص همون غایت قصوای باشه که عارفان میگفتند، در این صورت شکی نیست که لااقل رسیدن به اون غایت قصوا نیازمند به عقیده به وجود خدا و عقیده به وجود زندگی پس از مرگ هست. اما هیچ لزومی نداره که از آموزه های مولانا فقط به عنوان یک سلسله آموزه های عرفانی استفاده کرد. ما از آموزه های مولانا میتونیم در 3 جهت دیگه استفاده کنیم. یکی در جهت آموزه هایی برای رسیدن به سلامت روان، یکی جهت رسیدن به آموزه هایی در جهت رسیدن به فضائل اخلاقی، و سوم آموزه هایی برای تسهیل زندگی اجتماعی. اگر کسی به یکی از این 3 منظر نگاه بکنه، اون وقت حتی اگر به وجود خدا هم عقیده نداشته باشه و به وجود زندگی پس از مرگ هم عقیده نداشته باشه، میتونه از بسیاری از نکات لطیف انسان شناختی مولانا استفاده بکنه برای رسیدن به مؤلفه یا مؤلفه های سلامت روان، مؤلفه یا مؤلفه های از فضیلت اخلاقی و مؤلفه یا مؤلفه هایی که تسهیل میکنن زندگی اجتماعی رو.